3365 روز 12 ساله که ایشون نخوابیده. 3365 روزه که نخوابیده. ماجرا از تجربه کردن مرگ آغاز می شود. او کسی است که یک بار مرگ رو تجربه کرده، در دریا غرق میشه، نجاتش میدن، میره به کما. وقتی از کما میاد بیرون به زندگی برمیگرده. از همان لحظه تا امروز که مهمان حالا خورشید هست نخوابیده. اهل آستانه اشرفیه، او 28 سال دارد، ابراهیم عطایی نام اوست. تو در 16 سالگی غرق شدی؟ بله، تو ساحل بندر انزلی، ساحل بش. رفتم برای شنا تنها، رفتم فوتبال برای تست جوانان ملوان. بعد دیگه بعد فوتبال هوام خیلی گرم بود، تو شهریور بود. بعد دیگه رفتم دریا، یه خورده شنا کردم، رفتم تا عمق، بعد زیر پام یه دفعه خالی شد. بعد رفتم زیر آب، یه خورده دست پا زدم که کمک خواستن، دیگه نفهمیدم چی شد. بعد گفتن که با تور صیاده نجاتم دادن، دو تا صیاد. بعد انتقالم دادم بیمارستان. حالا میگن که چون بر اثر نرسیدن اکسیژن به مغزم، یعنی یک بار مرگ رو تجربه کردم. بعد دیگه بعد از هشت ابراهیم بذار پله پله بریم. صیادها میدونستن تو غرق شدی یا تو تورشون گیر کردن؟ نه، تو تورشون گیر کردن. بله، چون یه تایم طولانی مدتی زیر آب بودن. چقدر یعنی زیر آب بودن؟ به من میگن که یک ساعت تا یک ساعت نیم، یک یعنی ساعت. آره، خودش خیلی ها میگن که این یک معجزه است. میمیره آدم. بله، چون میگم یک بار دقیقاً مرگ رو تجربه کردم، ولی خب چیزی یادم نیست، فقط یه سیاهی یه سفیدی همین. یه میگن که تو کما این چیزا رو میبینیم، من چیز خاصی ندیدم یا تو اون لحظه مرگ، فقط یه حس سبکی سیاهی سفیدی. آه، سیاهی لحظه بود که دیگه نفس تموم. آره، اومد و فقط اون لحظه یادمه که خدا رو صدا کردم، خیلی ترسیده بودم. بعد صیادها میبینن که یه ماهی عظیم و جسته‌ای به تورشون گیر کرد. میارم بالا میبینن که یه جوونه، به خودم هستم. خب نوجوونم. بعد دیگه نوجوون ماهیه. آره نوجوون ماهیه. بعد اون خوشحال میشن، بعد میبینن که نه یه آدمه. خب بعد دیگه انتقالم میدن بیمارستان، اونا فکر میکنن من که فوت کردم. آره دیگه. گواهی فوت و اینا میدن؟ نه، گواهی که ندادن. دیگه خب اون لحظه که اینجوری برام تعریف کرد. آها. بعد انتقال دادن، دیدن ضربانم مثل علامه حیاتیم برگشت و خدا رو شکر دیگه الان در خدمت شما هستم. چند وقت کما بودی؟ تقریبا بین 8 ساعت این بود. پس کوتاه بوده؟ کوتاه بوده. آره کوتاه بود. تو کما هم که چیزی یادم نیست، یک بعد به هوش اومدم، یه کوتاه مدت حافظه‌مو از دست دادم، بعد برگشتم و رفتم خونه. یعنی چند وقت حافظه‌تو از دست دادی؟ تو همون بازم 2-3 ساعت. 2-3 ساعت. 2-3 ساعت. بعد همه چی که برگشت رفتم خونه. شب اول نتونستم بخوابم، یعنی فکر کردم که به خاطر اون ترس اون شوکه، چون همشون لحظه تو ذهنم میومد، لحظه‌ای که داشتم قرار میشد. شد 2 شب، شد 3 شب، شد 1 هفته. بعد دیگه دیدم سیستم بدن داره آسیب میرسونه، یه حالت عصبی شده بودم، یعنی ولی خب خانواده‌ام هم نگفته بودم که از این موضوع رنج میبرم. بعد این موضوع شد 2 ماه، بعد کلا سیستم بدنم خیلی بیشتر آسیب دید، چشم درد، گلاب برتون، حالت تهوع، خون دماغی عجیبی داشتم شبا و سردردهای شدیدی داشتم. بعد دیگه حتی عصبی میشدم، یعنی با کسی حرف نمیزدم. بعد کم کم رفتم پیش چند تا پزشک عمومی، اونا هم تشخیص ندادن. بعد دیگه دیدم خیلی داره آسیب میرسونه به پدر مادرم، در جریان گذاشتم، رفتیم پیش چند تا متخصص مغز اعصاب. خب بعد اونا یه سری آزمایش کردن، ازم سوال پرسیدن چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. من اتفاقات براشون تعریف کردم و بعد دیگه گفتن که بر اثر نرسیدن اکسیژن به مغزم، اون طولانی مدت چون زیر آب بودم و اکسیژن به مغزم نرسید، قسمت خوابم ترشح نمیکنه و شاید هم یه شوک باشه. که شنیدم یکی 2 نفرم تو دنیا هستن همچین مشکلی. آره یادمه که قدیما دیدنی ها پخش میکرد تلویزیون، اون موقع هم یه آقایی رو نشون میداد، میانسال هم بود، ایرانی هم بود، که ایشون هم خوابش نمیبرد اصلا. بعد بذار درکش کنیم که چجوری خوابت نمیبره؟ تو خسته نمیشی؟ خسته میشم، بعد دیگه فعالیت های زیادی میکنم خسته میشم، ولی بازم میرم حالا تو اتاقم یا تو همون رخت خوابم، بازم خوابم نمیبره. یعنی چشمم میبنده. 30 ثانیه چرتم نمیزنی؟ ولی پزشکا میگن احتمالاً اون 30 ثانیه که تو یعنی خودت هم نمیفهمی، این زنده نگه داشته، چون خب میدونی که خوابم کسی که نخوابه این مرگه. آره. و اون شاید تو حس نکن، اینجوری بهم گفتم، ولی خودم تا حالا اونو تجربه نکردم. اصلا الان ابراهیم خواب یادت رفته؟ یعنی نمیدونی خواب چجوری بود؟ والا خواب خوابا رو زیاد برام تعریف میکنن مردم، حالا خانواده اینا، و خواب دیدن خیلی ها رو دیدم، حتی فیلم هم دیدم، ولی خب خودم هیچ حسی بهش ندارم.
یعنی هیچ حسی به خواب نداری؟ نه اصلا. حالا این جوان میاد این نخوابیدن رو به جای اینکه نقطه ضعفش باشه تبدیل میکنه به نقطه قوت، شروع میکنه به مطالعه کردنهای عمیق، فیلم دیدن، ورزش کردن. بذار خودش بگه چیکار میکنه اون دو برابر زندگی کردن رو چیکار میکنه. چون نمیخوابیدم گفتم حداقل یه جوری خودم رو سرگرم کنم، بعد تیکای روزنامه داشتم، چون اون موقع وضع کتابخونه نداشتم، وضع مالیمونم خیلی ضعیف بود، تیکای روزنامه رو میخوندم و تلویزیون یا تلویزیونی قدیمی داشتم اون آوردم تو اتاقم، از پدر مادرم اجازه گرفتم اتاقم هم سوا کردم به این دلیل، آوردم تو اتاق فیلم زیاد نگاه می‌کردم، به خصوص چیزای ورزشی، حالا فیلم‌های خیلی از سینما بازیگرایی که بهش علاقه‌مندم اونام نگاه می‌کردم، بعد دیگه مطالعه زیاد می‌کردم، بعد از بچه‌ها کتاب می‌گرفتم، بعد عضو کتابخونه شهرمون شدم، رفتم اونجا کتاب می‌گرفتم، همه تعجب می‌کردن من چرا هر شب اینقدر میرم کتاب می‌گیرم، ولی خب کسی رو موضوع رو نگفت، بعدها که رسانه‌ای شد تقریبا همه فهمیدن. دیگه شبا که نمیخوابیدم میرفتم میدویدم، البته خانواده‌ام نمیدونستن، اونا میخوابیدن من شبا میرفتم میدویدم، یعنی تو شب میدویدم. بعد و رکوردم داری تو دویدن، همین دویدن، همین یعنی تفریح، همین سرگرمی باعث شد که من بیام بدنم به این سیستم دویدن عادت کنه، یه آمادگی پیدا کنه. بعد اومدم پیشنهاد رکورد دادم، اول قبول نکردن تو شهر، گفتن نمیتونی این چیزا، بعد یه سری تستا رو از من گرفتن و گذاشتن و دیگه کم کم افتادم تو رشته دو استقامت، همون ماراتون به زبان خارجی ولی ما میگیم دو استقامت، شروع کردم به دویدن و چند تا رکوردم زدم. اگه دوست داشتید بگو. آره رکوردا رو بگو. آره آستانه اشرفیه تا مشهد 13 روز دویدم. پشت سر هم یا استراحت؟ نه این استراحت بوده. خوب. بعد آستانه اشرفیه تا کربلا عراق رو 17 روز دویدم، آستانه تا قم رو 10 روز دویدم، بعد آستانه تا تهران رو 7 روز و رکوردای دیگه، مدال طلای المپیاد فرنگی ورزشی بسیج رو دارم، تو استان گلستان برای همین روز جهانی یوسپلنگ 50 کیلومتر دویدم و یه رکوردی هم که دارم ولی تو گینس ثبت نکردم به دلیل تحریماتی که داشتیم، 30 ساعت بدون دوید، بدون وقفه، بدون استراحت، بدون خواب، که برای اولین بار تو دنیا بود، ولی خب متاسفانه هیچ بازتابی نداشت و تو گینس هم ثبت نشد. یه خورده ترسشو دارم ولی خب دوست دارم که خواب رو تجربه کنم. خواب رو تجربه کنم. پزشکا به روش‌های مثلا تزریق دارو و این هم دادن چیزا، ولی خب یه سری قرصا رو خوردم، بعد پزشکا گفتن که استفاده نکن چون به مرور زمان آسیب داره، بعد دیگه سردرد برام می آورد، بدنم کسل میکرد ولی نمیتونستم بخوابم. این مشکلات داشت. ببخشید ما انقدر سوال میپرسیم. نه خواهش میکنم. برام خب عجیبه دیگه. آره. تو مثلا یه برنامه روزانه میخوای بچینی، روزتو 24 ساعت میبینی؟ بله 100 درصد. حتی میتونم مثلا امروز مثلا بعد از ظهر اگه وقت نکردم، کشاورزی داشتم، ندوم این برنامه رو میذارم برای شب. کشاورزی رو تا آخر شب انجام میدی بعد میری برای تا غروب؟ چون شب که نمیشه، تا غروب انجام میدم، کارا رو انجام میدم، یا مگه دانشگاه داشته باشم، کلاس داشته باشم، بعد دیگه اینو میندازم اون وقفه شب، یعنی این ساعتشو میندازم توش. بیخوابیه باعث شده که در مدارج عالی تحصیلی در دانشگاه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی میخونی، درسته؟ بله درسته، مدیریت ورزشی تو همون شهر آستان اشرفیه میخونم، که دوست دارم الان جدیدا میخوام یه رکورد بزنم، رکورد خزر تا خلیج فارس. خب از خزر بودوی؟ آره میخوام از خزر تا خلیج فارس بدوم. چرا فکر میکردی اگر خارج از کشور باشی اهمیت بیشتری میدن یا چی؟ خیلی بهم گفتن اومدن دنبالم که هم از دلیل این بیخوابی و دویدن رو برم تو کشورهای دیگه و ساپورت هم بکنن، اونا از اون درآمد کسب بکنن و منم اونجا بدوم، ولی خب به خاطر پدر مادرم و اتفاقی که تو زندگیم افتاد علاقمندی به یه کسی دیگه نرم. علاقمندی به یک کسی، اینم ماجراییه. بذار ببینیم خودش تا هر کجا که دوست داره بهمون توصیف بده. ابراهیم متاعی عاشق میشود تا هر کجا که دوست داره رو خودش بگه. خب همه ما تقریبا، حالا نمیدونم، من پدر مادرم از حرفام ناراحت نشن، برای اولین بار اگه دوست داری بگو. آره مشکل نداره، دوست دارم بگم، چون دیگه عاشق شدم، بعد دیگه دوستش دارم، بعد دیگه چون پزشک هستن، پدر مادرش به خاطر شرایط شغلیم و موضوعی که دارم، یعنی اجازه رو ندادن که من، به خاطر همین الان دارم تلاش میکنم به اون چیزی که میخوام برسم. من به عنوان برادر بزرگتر ابراهیم، از اون خانواده محترمی که اسمشون رم نمیاری و میبینن که این پسر چقدر فعاله، چقدر دوست داشتنیه، چقدر داره برای زندگیش مایه میذاره، خواهش میکنم که اگر صلاح میدونن اجازه بفرماین که این دوتا جوون که یکشون پزشکه، یکشون انشالله دکترای تربیت بدنی میگیره، با هم دیگه ازدواج بکنن،
خونه عشق و بختشون رو بسازن و ما ابراهیم رو با لبخند ببینیم.